بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه درس گذشته است دوستان، چطور بتانیم که دسکتاپ کامپیوتر را پرسونالایزیشن یا کستومایزیشن یا تغییرات بیاریم. خب رایت کلک میریم در بخش پرسونالایز، بخش فونت. فونت که از دوستان تمام خطایی است که در کامپیوتر ما شما استفاده میکنیم، چی از این طریق فونت بیاریم، چی از طریق مای کامپیوتر، درایو سی، ویندوز و فونت. این تمام همی فونت هایی است که ما شما میتونیم استفاده بکنیم. خب برای فعلا من رو کلوز میکنم، میایم در اینجا فونت های فارسی، انگلیسی، خلاصه هر نوع فونت را که شما انستال کرده باشید. طور مثال از اینجا ما شما این خط مورد نظر میگیریم، بالاش کلک کردیم، من اینجا تایپ میکنم و سایز شما کلان میسازیم که ببینیم چه قسم تکست است. این نمونه است، تایپ کردیم این قسم تکست است. از اینجا نامش هم میگه، آدرسش هم میگه که در کجا قرار داره و معلومات پیشتر حتی میتونیم که از اینجا این خط پاک هم بکنیم. خب این فانت که به نام برنر ام تی است، حالا در کامپیوتر ما موجود است، من میتونیم میره در هر جای استفاده بکنم. طور مثال میریم در پروگرام ونورد، در ونورد رفتیم، در اینجا فرض کنیم ما افغانستان باز هم تایپ میکنم و میخوایم که از این خط که در کامپیوتر ما به نام برنرد است از این استفاده بکنیم. همین تکست میخوایم باید تبدیل بکنم. اول سایزش میگیم به سایز 50 باشه و بعد از او بالای این کلک میکنیم، یا از لیست میتونی از اینجا انتخاب کنی پیدا بکنی یا نه، یا ای که تایپ بکنی، در اینجا تایپ بکنی، همه همین تکست میتونی استفاده بکنی. خب دوستا اگر ما خواسته باشم که یکی از خطای انستال شده کامپیوتر خودم پاک بکنم، طور مثال از اینجا یک نوع خط را انتخاب میکنیم که کمک متفاوت باشه، بین خط برش سکریپت ها. ما میخوایم که اینمی فونت برش سکریپت ها در کامپیوتر دیگه انتقال بکنم. فرض کنین سافتش آله بجز از این که انستال باشه دیگه پیش من نیست. این خطا چطور میتونیم؟ میریم قسمه که پیشتر رفتیم، مای کامپیوتر، درایو سی، ویندوز و فونت. بعد از او امی نام ازی به نام برش، اینه برش سکرپ. خب این خطا چی میکنیم؟ رایت کلک کاپی میگیم برش، بعد از او در هر جایی که خواسته باشیم، فرض مثال در روی دسکتاپ، از اینجا میگیم پیست، میبینیم که مو خط اینجا آمد. حالا اگر من می خط از کامپیوتر خود پاک بکنم، دلیت بگویم، یا از اون جایی که پیشتر رفتیم برش انستال بکنیم، حالا اگر من در هر پروگرام کامپیوتر خود که بیایم و اینجا خواسته باشیم که از اون برش کار بگیریم، فرض کنین من تایپ میکنم افغانستان و این تکست خدا سایزش هم میگیم به اندازه 50 باشه، ما میخواییم که شکل خطا با مو شکل بذاریم برش. حالا اگر من تایپ بکنم برش سکریپت ام تی، ببینیم که به اون شکل شکست نیست. این نیمش هم بخاطر مانده که فعلا من یک بار کامپیوتر خود اگر ساین اوت یا ریستارت بکنم در اینجا نیمش هم دیگه باقی نمیمونه از قبل. خب حالا من این فونت دوباره میخوام در کامپیوتر انستال بکنم، چی بالایش رایت کلک از اینجا انستال بگوین، یا ای که در داخل از اینجا درگ اند دراپ بکنین، یا ای که بیایی در قسمت پرسونالایز بخش فونت در اینجا درگ اند دراپ بکنین، درگ اند دراپ. وقتی درگ اند دراپ کردیم، حالا اگر من در لست بیایم در اینجا برش تایپ بکنم، باید این تکست ها بر موشما ظاهر بسازن برش، ببینیم برش سکریپت، یا ای که بیاییم در پروگرام ورد فرض کنیم برش تایپ بکنیم، ببخشیم که ایجاد پیشتر فکر کنم اشتباه گفتیم، یا در اینجا بوده، آه اینجا، یعنی ببینیم که تکست موشما تغییر کرد چرا که فانتا انستال کردیم. فانتا را شما میتونیم که از کمپیوترهای دیگه یا از دسکای دیگه یا حتی از طریق ویندوز اپدیت میتونید فونت ها را انستال بکنید در کامپیوتر. خب دوستان این موضوعی بود به ارتباط فونت
بعد میریم بخش بعدی، ما اپلیکیشن رو وارد کلوز بکنم. پرسونالایز ما و شما داریم استارت، منظورش از استارت مینیو است. این استارت حال چطور دهی تغییرات بیاریم؟ اولین آپشنه که داریم شو مور تایتلز آن استارت مینیو. فعلا دهی لست استارت مینیو ما و شما ببینین تقریبا 3 دانه دمنیل از اپلیکیشن های ما و شما ظاهر میشن. اگر خواسته باشیم که یکی دگان ده اینجا جای شوه، باز از اینجا این شو مور تایلز انتخاب میکنیم. حالا اگر ببینیم یک قسمت که دگان جایی بر ما شما داده، میتونید که اینجا شما موو بکنین کدام دم نیله تا ای که 4 دانه را بر شما 4 قطار ظاهر بسازه. اگر خواسته باشیم که 4 قطار نباشه، باز ایره غیر فعال بکنم و 3 قطار را برتان نشان میده. خب در اینجا دوستا استارت مینیو اگر متوجه شده باشیم، این دم نیلا یا اپلیکیشن هایی که است در کامپیوتر انستال شده و یک شارتکتش در اینجا قرار گرفته و بای دیفولت کست یک پروداکتیویتی می باشه و یک اکسپلورر از اینجا، یعنی مای اپس کست ایره ما در اینجا اپلیکیشن ها رو قرار دادیم. چطور قرار میتونیم داده؟ بالای هر یک کدامش که خواسته باشی فقط رایت کلک بکو، برش بگو پن تو استارت مینیو. در اینجا ببینید دوستا در این قسمت قرار می و هم میتونین که شما فرض کنین هر کدامش که باشه رایت کلک، استیکی نوت ها میخواییم اینجا باشه پن تو ستارت مینیو، فرض کنین دیگه سیسکو پکت ریسر در اینجا داریم، نوت پد هم میخواییم که در اینجا باشه پن تو ستارت مینیو و میشکل اپلیکیشن ها رو میتونین شما در ستارت مینیویتان پن بکنین یا بالای همی اپلیکیشن ها رایت کلک بکو، از اینجا میتونین سایز شما تغییر بسازین و که سمال باشه یا ای که میدیم باشه، یا حتی میتونید که شما از اینجا پن تو تسک بار در تسک بار هم پن بکنین. بعدا سرش بس خود کردیم رن از ادمنستریتور میتونید که من حیث ادمینی رو رن بکنی یا لوکیشنش برد باز بکنه یا با کلی اپلیکیشن ان انستال میکنی از کمپیوترت پاکش میکنی یا از اینجا ان پنش میکنی هم میتونی کار کرده چه قسمه که خواسته باشی. خلاصه کدام چیزایی که ضرورتت نبود از اینجا فقط رایت کلک برش انپن بگو، کدام چیزی که ضرورتت بود فقط بالایش رایت کلک بگو، از اینجا برش بگو پن کو، یعنی فوتوشاپ برش میگم پن شوه در اینجا قرار بگیره. و میتونی که گروپ برش نامم بدی، فرض کو ایره میگم که مای پروگرامز یا هر نامی که برش میدی، در اینجا گروپ قرار گرفته و این گروپ هم اینه به نام مای پروگرامز اینجا قرار داده. خوب پس دوباره میایم در بخش استارت، در اینجا داریم شو اپ لیست ان استارت مینیو. اینی اپلیکیشن هایی که در کامپیوتر انستال است، آیا اگر میخوایی که اینمی اپلیکیشن ها رو اینجا در استارت مینیو نشان بده؟ اگر نشان بده خب اون آنش بکو که فعلا آن است، اگر بخوایی که نباشه پس دوستا ای آپشن ها را یا ای پروگرام ها را ما شما از اینجا آف میکنیم و حال اگر در استارت مینیو میم میبینیم که هیچ امو اپلیکیشن ها قرار نداره. اگر خواسته باشیش از اینجا شو بکن. دیگه در اینجا داریم recently added اپلیکیشن ها یا پروگرام هایی که اخیرا استفاده کردیم، most used زیاد مکررا استفاده کردیم اپلیکیشن ها را یا پروگرام ها یا فایل ها را در اینجا قرار گرفته. اگر بخوایی که recently added اول نباشه این از اینجا recently added off بکو، در اینجا نیست. most used application ها را اگر بخوایی نباشه ایران off بکو، از اینجا در اینجا هم نیست، ببخشید که اشتباه کردیم، application off بکنیم، most used off بکو، most used هم نیست در اینجا. دیگه داریم show suggestions، به می قسمه که دوستا recently و most used application ها در اینجا هست، به می قسم شما میتونین که show suggestions occasionally in start menu هم در اینجا قرار بدین، مگم به شرط که کمپیوترتون در نت وصل باشه. اگر در اینترنت وصل باشه بعضی از گیم ها یا اپلیکیشن ها را از طریق اینترنت بر شما پیشنهاد میگنه در start menu، وقتی که بالاش کلک بکنین مستقیم از طریق اینترنت بر شما او را رن میکنه. خب اگر بخوایی که اونمو اپلیکیشن ها برتان پیشنهاد شوه ایره شو بگو، اگر بخوایی که نشه ایره آف بکو. پس من ایره آف میکنم، ایچ میگم بر من لازم نمیبینم پس آفش کردم.
دیگه استارت مینوی ما شما به این اندازه است. اگر بخوایم که این فول سکرین باشه، یوز فول سکرین انتخاب بکو، پس حال استارت مینوی ما شما شکل فول سکرین قرار داره. خب این دوستا دیزاین ها هست یا خلاصه اشکال از ویندو ها یا امی صفحات ویندوز ما شما است. چه قسمه که شما خوش دارین ویندوزتان قرار داشته باشه به مو شکل قرار بدین. ضرور نیست که چیزی که من میگم شما باید امو رقم بکنیم، یعنی طریقه شما اینجا کار میکنیم با چه قسم که دوز داشتین امو قسم انتخاب بکنیم. دیگه داریم دوستا show recently opened items in jump list و task bar start menu. خب اگر ما بیایم در اینجا اینی task bar ما شما اپلیکیشن هایی که داریم یا ای که فایل هایی که داریم، اگر ما بالایش رایت کلک بکنم دوستا، اینجا معمولاً از خود امی براوزر کدام پیجایی را که ما براوز کردیم در اینجا قرار داره. اگر خواسته باشی که اینه این قسمت جمپ لست میگن در اپلیکیشن ها، در پروگرام ها، در تمامش که شما اخیرا استفاده کرده باشی، وقتی که بالاش این رقم رایت کلک کنی در جمپ لست نشان میده، میگه که اینه می جمپ لست نشان بده نده. خب اگر بخوای فعلا چون آن هسته اونجا نشان میده، اگر بخوای که نشان نده از اینجا بیا آف بکو. حالا که ما شما میبینیم در اینجا اخیرا صفحه را که ما براوز کرده بودم در اینجا نشان نمیده. اگر بخوایی که من بعد دوباره نشان بده ای را آن بکو. بخش بعدیش داریم choose which folders appear on start menu یا start. کلیک میکنیم. اول داریم file explorer. خب دوستا در اینجا اگر ما شما بیم هدفش از این قسمت start menu است. فعلا در اینجا ببینین ادمین همین یوزر ما شما از داکومنت از پرسونال فولدر و غیره است. میایم سر از این یک اندازه تغییرات میاریم. اول میگیم فایل اکسپلورر. فایل اکسپلورر ما شما کدام است؟ اینی است. و معمولا یک ما کلک بکنم فعلا چون ما دس پی سی را انتخاب کردیم مستقیم دس پی سی باز میشه. اگر بخوای که در اینجا نشان نده آفش بکو. حالا که میایم در اینجا آپشن ما شما فایل اکسپلورر نیست. دیگه settings، این setting اگر خواسته باشی که در اینجا نباشه بیا ای رو هم آف بکن. حال ببینیم setting هم نیست. دیگه از document، document دوستا location است که ما شما هر اپلیکیشن که قرار داشته باشیم وقتی فایل ها را سیو میکنیم by default خودش document انتخاب میکنه تا وقتی که ما شما تغییر ندیم جایش، یعنی یک location است، یک منبع است. میخوایم که در اینجا نباشه در قسمت start menu امی document، پس ای را غیر فعال بکنیم، آف بکنیم. وقت آف کردیم در اینجا document هم نیست. دیگه downloads میخوایم باشه، music باشه، picture، video. downloads، music، picture، video. حالا که من اینجا میایم ببینید download، music، picture و video قرار دارم. خب از نامایش معلوم از دیگه دوستان که در یک قسمت ویدیو ها رو میتونی قرار بتینی و قرار دارن پکچر ها و میوزیک ها و همچنان فایل ها یا هر چیزی که دانلود میتونیم به اینجا قرار میداشته باشیم. خواسته باشیم که نباشم میتونیم که یاره دوباره آف بکنیم. والک میم در اینجا قرار ندارم. دیگه نتورک، در اینجا نتورک است، آپشن نتورک است که بعدا انشالله سر از این مفصلا گپ خود زدیم و این یک بخش بسیار وسیع است. خلاصه در این استارت مینیوی ما باشه یا نباشه، میگم یا هم نباشه و پرسونال فولدر که ما شما میبینیم در اینجا، این پرسونال فولدر پروفایل نشان میده، همین دسکتاپ که ما شما کار میکنیم در بالای از این دسکتاپ، اینی دسکتاپ واسه اینه. وقتی که ما باز بکنم ببینین امو فانت همراه با فولدر دسکتاپ در اینجا قرار داره و مو شکل دانلود، داکومنت و نقاط مختلفی که در پروفایل است در اینجا شو میکنه. خلاصه همین پروفایل در اینجا نشان بده نده. اگر بخوایم که نشان نده پس دوباره میاییم در اینجا در بخش پرسونالایز، در بخش ستارت مینیو و از اینجا آف میکنیم. وقت آف کردیم در قرار نده. خب در ستارت مینیو دوباره میام. حال دوستا شما میفهمین که در ستارت مینیو چیره قرار بدین و چیره ندین و به کدام شکل. اگر خواسته باشیم که ایره فول اسکرین نشان نده یکمک به ما
مد زیاد میکنم، میره آف میکنم و آن میبینی که نشانه داره. چه قسم که خواسته باشین شما میتونید قرار بدین. این بود موضوع استارت منیو.